از سرهنگ بوریلی میپرسیم آیا جنسیت شما به عنوان یک زن در نوع مسئولیت هایی که در دوران خدمتتان در نیروی هوایی آمریکا به شما واگذار شده نقشی داشته است یا نه؟ It's been an evolutionary process, not a revolution. I mean, we have not just all of a sudden stood up and said, "Hey, we don't get to do this." دوران خدمت من در نیروی هوایی آمریکا در واقع یک تحول بوده. با توجه به سابقه و کارنامه کاری، نوع مسئولیت‌های واگذار شده به من هم تغییر کرده و سنگین‌تر شده. سرهنگ بوریلی در مورد لحظاتی در دوران خدمتش که ناچار به تصمیم‌گیری‌های جدی و آنی بوده می‌گوید: I find it very similar to, you know, being at home and having to deal with home life is somewhat similar to being at work. ما زنان اصولاً در خانه هم باید در رابطه با فرزندان یا امور دیگر زندگی تصمیمات سریع و جدی بگیریم. فکر می‌کنم که همین موضوع به من کمک کرده تا بتونم در کارام هم راحت‌تر تصمیم گیری کنم. I find that women, I think, have a much more clearer direction. When we're ready to go, we're ready to go. گروهبان ویچوف در زمینه تصمیم گیری در ارتش می‌گوید: When I make a decision, that decision goes. زمانی که من یا موافق من تصمیمی می‌گیریم، نفر روبروی ما به جنسیت ما توجهی نداره، بلکه به درجه‌ای که بر روی بازو یا شانمون داریم نگاه می‌کنه و آن دستور یا تصمیم رو فوراً اجرا می‌کنه. سرگود مالاکوف نیز گفته گروهبان ویچوف را تایید کرده و می‌گوید: I'm usually in an office that has several women and I've had several female bosses. برای من زیاد پیش اومده که رؤسای زن داشته باشم. هیچ وقت هم تفاوتی برایم نداشته. همین اندازه که دستوری از طرف موافقم صادر بشه، میدونم که باید اون را اجرا کنم. از سرهنگ بوریلی در مورد چگونگی حفظ توازن میان شغل اداری و خانه اش میپرسیم. I think we're the only ones that know this, but I think we really have the best of both worlds. به نظر من ما زنها در این زمینه شانس بیشتری از مردان داریم، چرا که رابطه مادر و فرزند حتی اگر دوری و فاصله بین اونها ایجاد بشه، رابطه‌ای است که به راحتی خدشه‌دار نمیشه و از بین نمیره. با اینکه گاهی اوقات ناچارم به عراق یا کشورهای دیگه سفر کنم، فرزندانم هنوز هم از راه دور برای حل مشکلاتشون در خونه با من مشورت میکنن. از سوی دیگر، سرگرد مالاکوف در پاسخ به همین پرسش به نوعی گفته‌های سرهنگ بوریلی را تایید کرده و می‌گوید: من وقتی پس از چند هفته یا ماه از مأموریت‌هام به خونه برمیگردم، فرزندانم نه اینکه از من دور شده باشم، اما چند وقتی زمان لازمه تا دوباره به هم عادت کنیم و رابطه‌مون به روال عادی خودش برگرده. البته در این موقع همسرم نقش مهمی ایفا میکنه. وقتی که من در مأموریت هستم، او نه تنها مسئولیت‌های شغلی خودش رو بر عهده داره، بلکه به نوعی جای من رو هم برای فرزندانمون پر میکنه. از طرف دیگه من هم در دوران مأموریتم به زندگی نظامی عادت میکنم و وقتی به خونه برمیگردم همراه با خانواده‌ام همگی باید دوباره به یک زندگی خانوادگی عادت کنیم. سرهنگ بوریلی و گروهبان ویچوف در مورد اینکه آیا زنان از نظر روحی و احساسی در مأموریت‌ها قوی‌تر از مردان هستند اتفاق نظر داشته و گفتند: زنان از اونجایی که بیشتر از مردان با یکدیگه صحبت کرده و مشکلاتشون رو در میون میذارن، راحت‌تر از مردان نیز با مسائل احساسی در مأموریت‌ها برخورد میکنن. سرهنگ بوریلی میافزاید: همه در مأموریت‌ها به نوعی درگیر مشکلاتی هستند. مثلا یکی صاحب فرزند میشود و تولدش را نمیبیند و دیگری پدر و مادر بیمار دارد و نگران آنهاست. اما حرف زدن با طرف مقابل و درد و دل کردن به نوعی در طبیعت زنان است و به همین دلیل در زمان تنهایی، میدان جنگ یا مأموریت‌های دور از خانه، زنان از یکدیگر از نظر احساسی بیشتر پشتیبانی می‌کنند. سرگرد مالاکوف در پاسخ به این پرسش که آیا مأموریت‌های وجود دارد که ویژه مردان باشد می‌گوید: زن و مرد از نظر روحی و احساسی با یکدیگر تفاوتی ندارند. شاید زنانی باشند که قادرن اجسام سنگین رو مثل مردان از زمین بردارند، اما در نهایت مردان از نظر جسمی قوی تر از زنان هستند. سرهنگ بوریلی در پاسخ به این پرسش که آیا همقطاران مردش در مأموریت‌های حساس به وی به اندازه کافی اطمینان دارند میگوید: Absolutely. I mean, we would not be able to go out the gate if everyone did not trust everyone on that patrol. البته ما در میدان جنگ بدون اطمینان داشتن به یکدیگر حتی پای از پایگاه‌های نظامی بیرون نمی‌ذاریم. هر یک از ما تنها به مسئولیت و مأموریتی که داره فکر می‌کنه و مسلماً با آگاهی کامل هم برای اون مأموریت انتخاب شده. I want somebody with me who is trained,
someone who works with me, someone who's part of the team. If that's a man, great. If that's a woman, great. وقتی که من با کسی به مأموریتی میرم، زن یا مرد بودنش برایم فرقی نداره. همین اندازه که بدونم هوای من رو داره و تمرینات و تجربه لازم برای اون عملیات رو هم داره تا بتونیم اون رو به بهترین نوع ممکن به پایان ببریم و سلامت هم به خانه برگردیم برای من کافی است. سرگرد مالاکوف در پایان گفت: خدمت زنان در ارتش آمریکا موضوعی نیست که تازگی داشته باشه. زنان حتی در جنگ جهانی دوم هم به عنوان خلبان در نیروی هوایی خدمت می‌کردند. اما هر سال که می‌گذره موقعیت‌های شغلی بیشتری برای اونها ایجاد میشه و بنابراین هر سال هم تعداد اونها در بخش‌های مختلف ارتش زیادتر میشه و افسران ارشد زن با مسئولیت‌های حساس و خطیر بیشتر از پیش دیده میشن.